پس از فوتیدن یک مرد 60 ساله در بیمارستان مرکزی ناحیه به نام جبار رسولوف و با نشانه های احتمالی کرونا ویروس بستری شدن 11 طبیب و پرستاری که او را معالجه می کردند، این بیمارستان تحت قرنطینه پوره قرار گرفت. نزدیکان بیماری که روز 31 مرد با تشخیص التهاب شش یا پنیومنی فوتید تنها حالا اعتراف کردند که او از سفر به قرقیزستان برگشته بود. خبر فوت بیماری که نامش در اختیار رادیوی آزادی هست و همچنین قرنطینه شدن بیمارستان مرکزی ناحیه به نام جبار رسولوف را چند منبع در نهادهای تندرستی و امور داخلی به شرط افشا نشدن نامشان تصدیق کردند. ساکنان مرکز ناحیه شهرک مهرآباد پرولیتری پیشتره نیز گفتند با آنها دستور داده شده است که در 14 روز آینده به بیمارستانهای دیگر مراجعه کنند. از خود بیمارستان یگان طبیب و پرستار یا بیمار و حتی زنانی که چند پیش تولد کردند حق بیرون آمدن ندارند. قبول بیماران و عیادت کنندگان منع است. به گفته خبرنگار مردمی رادیوی آزادی که شام 5 اپریل از این بیمارستان دیدن کرد، در آمدگاه آن تحت دیدبانی پلیس و افراد ملکی پوش بوده، در حوالی بیمارستان طبیبان با لباس مخصوص ضد کرونا ویروس به چشم می رسیدند. نه تنها آنها، پاسبانان، بلکه همه رهگذران نقاب طبی داشتند. دیدبانها به خبرنگار گفتند که به اجازه پلیس وارد بیمارستان شدن ناممکن است. سبب این حالت را آنها با جمله های کوتاه دو بیمار تب بلند دارند در آبرا من است شرح دادند. یک کارمند ساحه تندرستی تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش مرگ مرد 60 ساله را در این بیمارستان تصدیق کرد و گفت 11 طبیب و پرستاری که این بیمار را معالجه می کردند روز 5 اپریل به بیمارخانه کسلی های سرایتی شهر خوجند انتقال داده شدند. همه آنها تب بلند دارند و وضع علیشر عبدکریموف معاون سردختور بیمارستان مرکزی ناحیه جبار رسولوف وزنین ارزیابی می شود. هر یکی از این بیماران در بیمارخانه کسلی های سرایت کننده خوجند در پلت الهیده نگهداری می شود. در حالی که مرد 60 ساله از دهه قرغانچه جماعت حیات نو روز 31 مرد فوتیده است، نشانه های بیماری در کارمندان بیمارستان اکنون آشکار شدند و خویشاوندان این مرد که قبلا به مراتب اظهار داشتند که او به خارج از تاجیکستان سفری نداشته است، حالا اقرار میکنند که این مرد با پسرش برای شرکت در یک معرکه تویانه به قرقیزستان سفر کرده بود. پس از این سفر روز 21 مرد این شخص تب پیدا کرده شدیداً بی‌حال و به بیمارستان رسانده شد. ضمن اصرار نزدیکانش که او به بیرون از کشور سفری نکرده است، طبیبان بیماری او را پنیومونی تشخیص کرده به تبابتش پرداختند. اما وضع او سنگین شد و روزی بعد در شعبه احیاگری یا ریانیماسیا فوتید. پزشکان میگویند با کمیش دو عضو آیله این مرد نیز اول ماه اپریل با تب بلند بستری شدند. شماره عمومی افرادی که این مرد با آنها در تماس بودند معلوم نیست. تنها اینکه حالا کمش 13 نفر با شبهه گرفتاری به بیماری کووید 19 بستری شدند. مقامات تاجیکستان تا حالا گفتند که در حدود کشور یگان مورد گرفتاری با ویروس کرونا به قید گرفته نشده، اما چاره های شدید احتیاطی راه اندازی شدند. ناحیه به نام جبار رسولوف با ولایت بادکند قرقیزستان هم مرز بوده، زیاده از 120 هزار اهالی دارد.